مکاشفه فصل 21. آنگاه آسمان نو و زمین نو را دیدم، زیرا آسمان و زمین اول ناپدید شدند و دیگر بحر وجود نداشت. شهر مقدس یعنی اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروس که برای شوهر خود آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد. از تخت صدای بلند شنیدم که می گفت: اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. او اشک را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج اثری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است. سپس آن تخت نشین گفت: اکنون من همه چیز را از نو می سازم. و به من گفت: این را بنویس، زیرا این سخنان راست است و می توان به آنها اعتماد کرد. او به من گفت: تمام شد. من الف و یا، اول و آخر هستم. این است برتری کسی که پیروز شود. من به تشنگان از آب چشمه زندگی رایگان خواهم بخشید. من خدای او خواهم بود و او فرزند من. اما سزای بزدلان، بی ایمانان، فاسدان، آدمکشان، زناکاران، جادوگران، بتپرستان و انواع دروغگویان دریاچه از شعله‌های آتش و سنگ گوگرد خواهد بود. این است مرگ دوم. آنگاه یکی از آن 7 فرشته‌ای که 7 پیاله پر از 7 بلای آخر را به دست داشت آمد و به من گفت: بیا، من عروس یعنی زوجه بره را به تو نشان خواهم داد. او مرا در روح به کوی بسیار بلندی برد و شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان از نزد خدا به زیر می آمد. این شهر با شکوه خدایی و مانند جواهر گرانبها می درخشید. آن مانند یشم بود و بروشنی بلور. دیوار بسیار بلندی با 12 دروازه داشت که بر آنها 12 فرشته بود و بر دروازه ها نامهای 12 طایفه بنی اسرائیل نقش بسته بود. 3 دروازه به جانب شرق بود، 3 دروازه به جانب شمال، 3 دروازه به جانب جنوب و 3 دروازه به جانب غرب. دیوار شهر بر 12 سنگ بنا شده بود و بر آن سنگ ها نامهای 12 رسول بره منقوش بود. فرشته‌ای که با من سخن می گفت متر طلایی در دست داشت تا شهر و دیوارش و دروازه هایش را به آن اندازه بگیرد. شهر به شکل مربع و پهنا و درازهایش یکی بود. اندازه آن با متری که در دست داشت 2400 کیلومتر بود. درازا و پهنا و بلندیش برابر بود. دیوارش به بلندی 165 متر بود، یعنی اندازه های انسانی که آن فرشته به کار می برد. دیوارش از یشم ساخته شده بود. خود شهر از طلای خالص و مانند شیشه پاک و روشن بود. سنگ هایی که دیوارهای شهر بر آن بنا شده بود به انواع گوهرها آراسته شده بود. اولین سنگ بنا از یشم، دومی از سنگ لاجورد، سومی از سنگ عقیق سفید، چهارمی از زمرد، پنجمی عقیق سرخ، ششمی عقیق جگری، هفتمی زبرجد سبز، هشتمی یاقوت کبود، نهمی یاقوت زرد، دهمی عقیق سبز، یازدهمی فیروزه و 12می لعل بنفش بود. 12 دروازه آن شهر عبارت از 12 مروارید بود و هر دروازه از یک مروارید ساخته شده بود. جاده های شهر از طلای خالص و مانند شیشه پاک و شفاف بود. در شهر خانه خدا را ندیدم، زیرا جای عبادتش خداوند خدای قادر مطلق و بره بود. شهر احتیاج به آفتاب و ماه نداشت که بر آن بدرخشد، زیرا شکوه خدا بر آن نور میداد و چراغ آن بره است. در نور او ملت‌ها راه خواهند رفت و پادشاهان زمین همه جلال خود را به آنجا خواهند آورد. دروازه های شهر در روز بسته نمی شوند و شب نیز در آنجا نیست. ثروت و جلال ملت‌ها به آنجا خواهد آمد، اما هیچ ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پرید است، بلکه تنها آن کسانی که نامشان در کتاب زندگی بره نوشته شده است به آن وارد می شوند.